دیروز تخم مرغ می‌زنیم، تخم مرغ می‌خوری؟ جی بود تخم مرغ راه نندازی تو خونه. پاشو برو بیرون، این دختره الان میاد. بم شبا با خودت شاگردو کنسل کن، برام بیرون آبروم رفته. چه آبرو؟ آبرو. آبرو میدونی چیه؟ میارن چند میلیون نفر رو بیرون فکر می‌کنن من خودم تو خلیج فارس کشتم. میدونی چند نفر فکر میکنن؟ بعد الان بلنشم برم بیرون این نفر منو ببینه، برین رو صفم که چه یه مزغونچی میخواد یه مزغونچی دیگه درس نینای نینای بده عمرن داداش. بخواه اگه همین مزغونچی و شاگرداش نبودن که تو الان وسط خیابون بودی که آخر برجا کی میاد موسموس میکنه فیروز جون مادرت فیروز جون مادرت. ببین 80 میلیون تومان برای صفم تبلیغ گرفتم. میدونی 80 میلیون چقدره؟ میدونی چند تا صفر داره؟ تو میدونی فقط. گوشی من بده. علامت میدم. گوشی منو چیکار کنم؟ فیروز گوشی رو بده. گوشی رو بده فیروز. کیه؟ این کیه؟ سارا کورو کیه؟ ببین بنده داری من اکتیو نیستم. ببین من مردم، تلفن منو جواب نده. الو. آقا میگم بده من دیگه بابا. چیکار هستی؟ بابا یه آدم درست حسابیه. یه دقیقه سکوت گذاشته تو صفش به خاطر من. شاعر والیبالیست جون مادرت میگم ور نداری شه بعد. خب اینا به من ربطی نداره. میره بیرون یا نه؟ ببین گوشی منو بده. میرم مثلا تو اتاق. میرم تو اتاق. نمیخوام بیرون. آقا میرم تو اتاق تا شاگردت بره دیگه. نباید بری بیرون. میرم بیرون ور نداره. میرم بیرون. میرم بیرون آقا بذار هر جا دوست داری بذار در باز کن گوشی رو بده به من. خوار مادر من اگر میدونستن به خاطر شما چقدر دارم خوار خفیف میشم. بده من گوشی رو. بده من. باک بر سرت کنن. میرم. ببین میرم ایتالیا پیش سحر. بعد من خواهد فانوس بگیری دنبال من بگردی. ببین جی جی. یه 20 تومن برات گذاشتم این زیر. برو با کرو نیم رو بزن. فقط انعام ندیا. بقیهش رو برده بیار. انامشو میارم میدم به عمت. به 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 دست دار نکنم که میزی نخوری ها. دو دقیقه صبر کن میخوام پنکیک بیارم. من پنکیک دوست ندارم یه لقمه از همین املت. نه 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 نخور، میخوام عکسش رو بگیرم. یه دو دقیقه دندون رو جگر بذار. چیه؟ چی شد باز؟ هیچی نشده. یه ساعتی داری همینطور قضا میذاری رو میذاری عکسشو بگیرم عکسش. من قرار دارم شما عکساتونو بگیرید. کجا بخونی؟ کجا؟ ای بابایی سلام، بابایی سلام کن. ای جانم قربونت برم من. نگوش کن، نگوش کن. آی، میر ساختمون؟ آره، بیا بشین، میخوام پوزتو به این مهندسه بدم. بهش گفتم که تر کابینت های دروس همش کار تو بوده. اوی بابا، اون تنها مال من نیست، مال آیکی هست، بابا. شادی جان، اون خونه دو روز بیشتر اونجا نیست. آخه ما امروز اومدیم خونه، عکس برداری کنیم، لباسای خوشگل پوشیدیم. بله، بله، دارم میبینم. این مامانت هم انداختی به عکاسی و فیلم برداری، یه لقمه نون دست ما نمیده. اونو تقصیر من نیست، به من ربطی نداره. خدافظ. خدافظ بابایی. خدافظ کن. الو مرتضی. چی؟ شهرداری تعطیل کرده؟ زنگ بزن ماشینو برگرده. میگم زنگ بزن ماشینو برگرده. کمد چیه؟ خیلی خوب، من خودم دارم میام اونجا. آره تو فقط پیگیر شهرداری شو، من پشت خطی دارم. آره فعلا خدافظ.
你好，我是你的邻居，我知道你怀孕了，我给你做了一碗汤，一碗汤，中国的汤。 Is it for me? 对你的宝宝好，很好的，对你的好。 Is it good? Ah, thank you. 趁热把它喝了。嗯哼。Merci. Can I take a photo with you? 好啊，好啊，嗯，好，嗯，please。哦，好。嗯。بعضیا چقدر خوشبختن. فکر کن همسایه چینیت که اصلا زبونت هم نمیدونه، بردار برای سوپ داغ بیاره. و تو کلی حال کنی. ستای عکس بگیریم با هم. روز به. چقدر دوست داشتم ما همه بچه داشتیم. الو. یعنی پسری که بهت گفته بودم. آدم باحالیه، یه جوره مثل خودته، عاشق خلبازیه. اون گفته که خودکشی کرده، خودش رو غرق کرده. تو باور میکنی؟ حال سر کنه. این دختره من یاد روزای خوب میندازه. شاید پیش خودت بگی من دیوونم، ولی یه روز خوب میاد، اینو میدونم. یارو والیبالیسته و از این خفنا، قد داره 1.88. بیاد اینجا تو باید از بیخ نگاش کنی، از بیخ نگاش نکنی با تو هم ماد مازلوش شکلات. دفعه دیگه هم بدون قرار قبلی بیای دفتر در رود باز نمی کنم. بکش سیمیل بابا. دفتر خوب اومدی اینجا دفتره؟ به تو مربوط نیست. چیزی که به ربط داره اینه که یارو 80 تومانی جا زد. چیکار کرد؟ کنسل کرد. بی خود کرد کنسل کرد. مگه دست اونه کنسل بکنه؟ نه پس دست توه. صد بار بهت گفتم داری قیمتو پر میگی. بابا جون من 3.5 میلیون نفر فالوور دارم. علی دایی انقدر فالوور نداره. چیکار میکردم؟ 5 تومن بهش میگفتم خوب بود. علی دایی یارو میگه خیلی وقت هیچ کاری نکرد. بابا دیگه چیکار کنم؟ از پل چمران پریدم پشت کامیون، کامیون رفته تا بردابد. یه ذره این برام بر میخوردم، بعد با کاردک جمع میکردم. این مال دو ماه پیشه دیگه. بابش میگه عمه ننه الان بره تو صفحه من نگاه بکنه، من مردم، یارو مرده، آیم دد من. همین خودکشیه به همش ریخته. صد بار بهت نگفتم میخوای یه کاری بکنی قبلش با اون هماهنگ شو؟ هیچی دیگه، من فقط مردنم بعد با شما هماهنگ بکنم دیگه. یارو میگه خودکشی ایمیج خوبی نداره واسه کار ما. ببین الان 80 تا که هیچ، 800 هزار تا هم نمیده، 800 تا 1000 تومانی نمیده؟ نه به کتفم که نمیده. ببین به فالوبرام بگم نفری 1000 تومن بریزن میشه 3 میلیارد. من 20 تومن میخوام خودم برسونم ایتالیا. 15 تاشم دارم و 5 تاشی که هم دارم. اوه بریزن دیگه. الان سهرم 6 سال اونجا نشسته منتظر دست به سینه. چایی بخوری. آره نشسته دست به سینه.
شگفت زدم است که این همه فالوور من از کجا آوردم. ببین اصلا به فالوورام میگم برم بریزن تو صفحه شرکتش. یارو کلوفت رو از این کارا نکنی. کلوف سیبیل بابام بود که ریخ بابا. کیه؟ خدا بیامرزه. شما خفه شو. الو. نه من نمیام. شما برید. قرار نیست که هر وقت رویا بود منم باشم. شاید دلش خواست 40 سال دیگه بود. نه نمیام. من خر نمیشم. جدی دارم میگم. شما برید. من خانومم شام درست کردم. باشه من خودم شماره شو دارم. بهش زنگ میزنم. برید خوش بگذر. خداحافظ. سلام آقا. سلام یا آسانسور برای چی قطعه؟ آقا رحمانی قطع کردن آقا. گفتم اونه که شارژشون ندادم بیارم بدن. ما که شارژمونه دادیم که. نمیدونم آقا. به من همینو گفتم. بابایی تو اینجا چی کار میکنی؟ بده من دست بده من بریم بالا. خیلی خوب بریم بالا بریم بالا بریم بالا. منصور خانم. سلام آقا. بابا منصور خانم. بعد بابا سلام علیکم. سلام. این اونجا چیکار میکنه؟ سلام. خسته نباشی دست درد نکنه. ببینم کجا بود. فلا نشسته بود تنها. شادی کجاست؟ عزیزم رفته مهمونی خونه دوستاش. اینو سپرده مثلا دست شما دیگه. چه احوال پرسیده؟ از صبح تو نتونم سرم بخارونم. بده من بخارونم. شامه؟ شام چیه؟ اینا از صبح تالا زیر نور بودن. نکن میخوام بدم منصور خانم ببر. همش با یه چیزی بخوری ها؟ سنه من صبحی چی نخوردم. میدم چسبیده به مغزم. خیلی خوب. دندون رو جگر بذارم یعنی برات یه چیز درست کنم. قهوه به روزی نکن. زودتر. منصور خانم نونا رو بذار تو کیسه. آب چرا قطع افسانه؟ آب؟ این بر آب داره. چی بدم بخوری مامان؟ بینجونی؟ نادنگی؟ قضانه؟ اصور خواهی رحمانه کیه؟ مدر ساخته بود. کجاست؟ این واده بقیل. بفهمی؟ آقای رحمانی؟ بفهمی؟ آب خونه ما برای چی قطعه؟ جلسه ساختمون نه ساختمون ساختمون نکن واسه من. اگه میبینی من خودم چند مایه تو این آلونکم دارم 15 طبقه میسازم میره بالا تا بگی نون من میگم نبشی. به من چه که ملت شارژ نمیدن؟ آب خونه من باید قطعه؟ آقای محترم این ملت که میفهمه یکیشون خود شماین. یه تو من شارژتو نمیدی بعد میری عکس رونه بوغلمون شیر میکنی. رونه بوغلمون کیه مرد حسابی؟ من شارژ نمیدم؟ افسانه؟ افسانه اون قبضه بعد اردیبهشت ماه رو بردار بیار. افسانه من رو میرسم خدمتتون. نمیشنوی؟ میگم رسیده از اردیبهشت رو بیار. ندادم. ندادی؟ مگه بهت نگفتم شما رسو بر رو برد بردار ماه به ما پرداخت کن؟ اصلا ندادم تو این چند ماه. منصور خانم اونجا زیر نیستش که ببر بالا. از کجا بردی؟ ببر بذار همونجا. خب بیا اینم ببر دیگه. نودل بذارم واسه
از این رونه بوغلمون چی؟ چه میدونم؟ نمیدونم. عکسشو گذاشته بودم اینستام، زنش فالو میکنه لابد. بچه که بودیم مامانمون میگفت موز نبرید مدرسه، بچه های دیگه دلشون میخواد ندارم بخرم بخورم. عکس های غذایی این خانمه رو دیدی؟ مامان شادیه دیگه. شادی کیه؟ مامان صوفیا. من چرا باید بدونم مامان صوفیا کیه الان؟ بابا 400 بار عکسش رو دیدی، از زمان حاملگیش عکس شیر میکنه، الان هر روز عکس های صوفیا رو میذاره، همون که طلاق گرفته. باش باش. استانبولی داری منوزا؟ میخوای گرم کنی؟ این چاینیز سوپه اینجاست هنوز که؟ دوست نداشتم. چی شد زور پست گذاشته بودی؟ کلی حال کردیم و این جوجه خورد کلی کیف کرد و بخور حرف نزن. دیدم تو دوست داری گذاشتم برای تو. نه این عکس صوفی است. مبارکه. کاوه بگیم یه عکاس بیاد از مام عکس بگیره؟ عکاس بیاد میگه عکسی که خودمون میگیریم بده. این فرق میکنه، میان چیدمان میکنن، نور میدن. فکر کردی چی داری این طولاله؟ بابا به خدا تا همین اواخر مام بابای من نمیدونستن اصلا من هستم. 6 ساعت منو بچه بودم تو مهد کودک جا گذاشتن. چی میگی تو؟ نفهمیدن ما که رفتیم مدرسه، که رفتیم سربازی. اولین باری که رفتم آتلیه یه عکس خانوادگی گرفتیم برای پاسپورت. همین 10 سال پیش اولین بار ترکیه رو دیدیم. میدونی تو این چیزا رو ها؟ قهر کرد باز. بیا قهر نکن. آخه عکاس چه جور پدری میخوای باشی کاوه؟ من نمیخوام پدر باشم لاله، من واقعا 30 دفعه گفتم نمیخوام. تو چسبیدی این دوستم اینجوری، اون دوستم اونجوری، من نمیخوام واقعا. اولاق من گفتم تنهام، تو دوما دوما میری اصلیه. من تو هم میومدی؟ مگه پاریسه؟ تو پاریسو بلدی فقط؟ باشه تو خوبی. لاله خستم کردی، همش درگی نمیدونم چی میگی واقعا. همش میخوای پوز بدین. با پاریس رفتن نشد با ماشین، با ماشین نشد با بچه، با بچه نشد با این سوپ گو. همین جوری جنازه‌شو 40-50 میلیون میخرن. نمیخوای بفروشیش؟ گذاشتی تو پارکینگ خونه مامان اینا که بهش آینه دق. یارم پارکش میگم همینجا. شهرداری هم 2 روزه برات جمع میکنه میبره. میشه بری لطفاً؟ برم غذا آوردی دمت گرم، سریال آوردی مرسی دمت گرم، الان برو دیگه. خودت میخوای جلو چشت باشه؟ جلو چش هنوز. ولی جلو چش ما هست. بابا هر روز میگه عجب کاری کردم ماشین رو خریدم براش. پدر مادر پسر هر روز پامش هم میان یه داستانی درست میکنن. چند روز پیش پا شده بودن اومدن میگن هنوز زنگ میزنی به تلفن اتاق پسره براش پیغام میذاری. بابا یارو 1 سال مرده. یارو اسم داره ها. پسر اسم داره. اسم داشت. میری؟ چند روز دیگه میخوان تلفن اتاق روزبه رو جمع کنن. اما سیروس هم میاد ایران، خونش رو لازم داره. میشه بری جون مامان؟ وای میسم غذات که تمام شد بعد میرم. میگه تو هر روز اینجایی، من خودم کارم. هنوز هستی روز به خوبی؟ اینجا بودیم اگه نه؟ حال کردی بازم گفتم نه؟ ماشین آخرین جایی بود که با هم بودیم. چی فکر میکنه اینا پیش خودشون؟ چقدر دنیاشون فرق داره با دنیای ما. الو
استاد چپ ما خیلی خوبه. استاد اون بده راست. همینه. گیره نگاه توی. بزن از اول بزن از اول بزن. همینه. استاد از ما هم یه تست نمیگیری؟ آقا این دونگاتون رو بدین. دونگاتون رو سیما. سیما دونگه تو میدیم. دونگه تو بده من. فیروز دونگه. دونگه جهان بگیر. جهان. دونگه تو بده من. جهان با تو دونگه تو بده من. یه دقیقه باشتا. یه دقیقه باشتا سیما. ببین. بده من دونگه. دستور دادم. فالبرا حمله کردم به صفحه شرکت نابودش کردن. نابودا. دمتون گردم. ببین به خاطر های موضوع منم یه نریا بقا موزیکی رو آماده کردم. موزیک موزیک دونگه تو بده من. دونگه تو بده من. آشغاله. مکانش از پول پیتزاش هم ما بدین. بیا بابا بیا اجازه بده. دونگه بده من. ایمن همه از اینا واسه تو میشه. تو ملکه منی. چیو جواب میدی تو؟ مگه نمرده بودی؟ آقا من زنده شدم. قضیه ناموسی زنده شدم. تو همش ربطی نداره. الو. خانم والیبالیست ما چطوره؟ خرابش. الو. چپت ضعیفه. چرا حرف نمیزنی؟ از اینا برش بده. من فقط تلفن تو رو جواب میدم. اون او دیروز که ما هم دیگه حرف زدیم تو چرا پس رفت میکنی؟ بیا شامتو بخور. جهان. جهان شام. جهان. بخواه بابا. الو. خانم. جهان آیا یکی چی نمیمونم؟ بابا برو حرف. برو. آه این شد آفرین حرف بزن دیگه حرف بزنی خوبه من حرفی ندارم دیوونه ای؟ آره دیوونه خوبه دیوونه دوست دارم خوبه صبح بزنگم یازده اینا والیبال بزنیم؟ میزنگم بزن پس دلم از کنار برو بنداز زیر در میام برمیدارم آقا های بابا امضا دیگه برای چی اومدم کی بود آسیه چه فرقی میکنه؟ بله بله میدونم قرارمون 11 بود نمیخوام بیام نه بری گمشه چیزی که زیاد مهندس نمیخوام مرتضی جون تو 10 نفر رو دورم نمیتونی جمع کنی نمیخواد عزیز من الان حوصله ندارم بعدم با هم صحبت میکنیم
زنگ زدی بهش؟ کجاست؟ تو پارکینگه. تو برو سر کارت حالا. من تو نفهمم کدوم نره خربی پدر مادر اینا رو فرستاده جایی نمیرم. چهار تا کادوه حالا دیگه خب. چهار تا کادوه دیگه خب. من نباید بدونم از طرف کیه دیگه نه؟ حالا یه وقت یه چیز بهش میگه ناراحتش میگه. چی میگی تو؟ چی میگن؟ چی چی؟ چرا انقدر زنگ میزنین؟ دو دقیقه مهلت بدین پشت فرمونم. ببخشید من معذرت میخوام. ای وای این خره چقدر نازه. خیلی نازه. خیلی خره خوشگلیه. کدوم خره اینو فرستاده؟ نروش نوشته علی شمشکی. آره من بلد نمودم بخونم. منتظر بس اینجا نشستم که تو بیای برام بخونیش. چه تا تو بابا؟ این بچه معروف آصف است. با بازی فروشی دارن. فن صوفی است. بچه من فن نمیخواد. پدر و مادر میخواد. پدر و مادرش باید. اولا بچه شما نه بچه من. دوم من که باباش اگه آدم بود هر 6 ماه بار زنگ نمیزد. چهار سال پیشم باباش بچه معروف بود دیگه نبود. اصلا نمیخوام با دیگه حرف بزنم. ببینیم تو من دیگه نمیخوام با حرف بزنم. همشون این شدن. جین که زر خوش آپدیت کنه. تو همین مامان تو آپدیت کردی کافیه. چیکار به من داری تو؟ به چی داره فکر میکنه؟ کاوه میگم به چی داره فکر میکنه؟ به چی فکر میکنه؟ نمیدونم. به اینکه بابام اصلا منتظر من هست یا نه؟ به نظرم به این مسئله که اصلا زمین جای خوبی هست که من دارم میام یا نه؟ زمین جای خوبیه. همین الانم هم تو اتاقم کلی اسباب بازی دارم. همه اسباب بازی های جهان رو دارم. همین میترسونت. تو از همه چی میترسی بابا؟ خانم دکتر فیلمش هم برام تلگرام میکنین لطفا؟ بله حتما. با این شکمتون لطفا پاک کن. قبلنا 4 کلمه حرف میزدیم تو ماشین با هم. قبلن هم خبری نبود. تا میشستیم تو صدای ضبط رو زیاد میکردی تا ته. آره ولی 10 دفعه میپرسیدم آهنگر رو دوست داری یا نه. ولی من همیشه ترجیحم حرف زدن بوده. آخه حرف جدی هم نمیزدیم که. یا راجع به پروژه پارس جنوبی حرف میزدی یا راجع به کارگرها توی عسلویه. حرف بزنیم اولا. تو شروع کن. تو حرفی برای زدن نداری؟ تو چی؟ تو حرفی برای زدن نداری؟ همه میپرسن اسم این فندق رو چی میخواییم بذاریم؟ اسمش همین جهانه؟ آره. خب اگه برداشت بگم من کیم؟ برداشت بده من دیگه. با شما رو برم جواب نمیده. قطع کنه؟ قطع کن. قرار بود حرف بزنیم امروز با هم. پیچونده یعنی؟ نه. ممنون. کاری داری بیام بالا انجام بدم برات؟ ها؟ نرم پایین؟ نه خوبه. دلم خواب باید که حرف بزنم. من به درد میخورم؟ دیوونه. این میشه به درد نخوریم. میگه امتحاناتو که. چه فازیه واقعا امتحان. صبح همشم میخونم دیگه. فقط من یه دقیقه برم به مامانم بگم اومدن. دوباره شهر نشه فکر کنم رفتم چه جاهای عجیبی که نباید میرفتم. ناهارم میارم. حرف نداره مامانم از فلاش. ببین؟ اصلا حرف میزنه باز. ممنون.
میفرستم واسه آرش دلش به آرش که آرش دیگه دیده بودیش پایین بود خونشون اسکی بود همش پارسال برونزهه بابا کلی کمکت کرد تو اصلا با مزهه آره با مزهه رفت نیویورک همشون رفتن البته اونجا هم عدس هست هم پولو هم مامان تا جایی که من سراغ برم حالا من فرستادم جاز فرفم بخورین که سرد شد انقام از خرش کردم گفتم کجا میری خره اصلا مثلا خود تویی اونجا هم رفتی رئیس جمهور شد برم که اینجا ایشکی هم نباشه من که هستم نه نیفهمه که خیلی زر زدم نه نه اصلا قرار بود تو حرف بزنی همش من حرف زدم که نه خوبه من دوست داشتم من اونجای تو بودم اصلا دوست نداشته باش تو که شرایط من رو نمیدونی 700-800 هزار نفر هر روز دنبالت میکنن خوشگلی این یارو جهان بود کی بود اون حالا هم جواب نده 200 دیگه که جواب میده آرش من که اصلا انگار نه انگار 800 هزار نفر هیچ کدوم نمیدونم من یه سال دیگه والیبال بازی نمیکنم این نمیتونم که بکنم جهانم نمیدونم تو که میدونی من قسم خوردم که بین خودمون بمونه مثل دوستای خودت دوستم سارا کوروی موجود جدیده اون بیرون کسی رابطه موجود جدید رو با اون آدم قبلی نمیدونه ماجرا اینجاست کسی از وضعیت اون یکی خبر نداره هر کسی فکر میکنه چمن و باغچه اون یکی سبزتره هیچ کی از دل آدم واقعا خبر نداره چه واقعی بهت گوش نمیده صدامو داری صدامو هیچ خری نتار بولتشم آشغال جرأت داری بیا بیرون بیا اینجا ببینم چیکار میخوای بکنی بهت میگم پشت بیا اینجا ببینم میخوای چیکار بکنی گوساله عمران اگه بیا تته هیچی یا نفر نیست اینجا حرف آدم گوش بکنه چرا من برای همین اینجا ولی کو آدم حیبون هفت جد آبایت آشخال خیلی کله خراب خیلی کله خراب یا بذار پشت و پیله در بیاد بعد ادای بچه بالا رو در بیاد این قبرسونی که من توشم کجاست یه محل کار منم کارآفرین من اینجا چی کار میکنم آقا من اینجا چه غلطی میکنم اومدیم مذاکره گوه میخوره فقط آقا گوه میخوره دیگه چی کار کنم همین دیگه میخواستم مطمئن شم اون ادبیات اون اراذلی که اومدن تو صفحه شرکت من اون چرت و پرتا رو نوشتن شرکت تو یعنی تو فیس صاحب اون شرکتی این خودش فهم پیج منه بابا اگه مشکلی داشتی میرفتیم پلیس فتا شکایت میکردین بیجا کردی تو روز روشن منو برداشتی آوردی اینجا تو روز روشن من نرفتم با نوامیس مردم عکس بگیرم بذارم تو صفم که اخاذی کنم چند تا عکس خوبه همین الان برات رو کنم ببرن عمرن یه دونه عکسم داشته باشی بلوف میزنی یه دونه عکسم نده فقط میخوام بفرستم اول ایتالیا واسه سحر فدوی ببین اسم سحر نیار آشغال عوضی آمارشو دارم دیگه از زندگیش خطت زده گونه خواه آره برو سرجاد همین خوبه برو تو صفت هم بنویس همینو خوردی اونو تو خوردی آره اونو تو خوردی من واسه خودت میگم پول میخواستی از ما که بری از این مملکت آره حلوا پخش میکنن خاره آقا به تو چه ربطی داره من دلم میخواد برم به تو ربطی داره؟ آره البته راست میگی به من ربطی نداره ولی بدون ازت شکایت کردن تو پلیس فتا چی شکایت کرده؟ نگارا، ستاره ها همین رو بگم اسمشون رو من هیچ کدومشون رو نمیشناسم ولی من میشناسمشون میخوام تو دادگاه شکایت کنم برن شکایت کنم تو میخواد چیکار کنی؟ من؟ آره تو میخواد چیکار کنی؟ میخوام آدمت کنم تو؟ ببین یه خرم اگه ول کنی وسط اتوبان مدرس جلب توجه میکنه ولی کی حاضر 80 میلیون بده به صاحبش؟ ببخشید اگه وقتتو گرفتم. یه دقیقه وایسا. خیلی خوبش میگی درسته. تو خر کی هستی؟ تو خودت کی هستی؟ من خر کسی نیستم. من دکتر صالحی ام. از این به بعدم اگه یه موقع توی اتاق تنها بودی، نرو گوشه دیوار بشاش. مامانت به تربیت یاد نداده. مامان شلوارت نجسه. سجاد. این همکار من کمکت میکنه عوضش کنی که همین جوری نری خونه. کراهت داره. با این تمیز کن. حسین جان حیف که این فقط وسط ما وایستاده بود حیف فقط حسین جان
شلوارت درم میخوام عکس بگیرم. عفشو بابا. کاری نداریم، ما هم یک سلفی میگیریم. شلوارت درم. برو آقا، برو دنباله. شلوارت درم! دنباله کنم! درم! بده دیگه، بده. خب اگه بده تو چرا واسه خود صفحه درست کردی؟ اولا من درستان کردم، مرتضی درست کرده. بعدشم 80% هممون یه جورایی اون تویم دیگه. حیف. حیف که مثل قدیمون نیست آدم ناغافل یه در رو وا کنه بیاد تو ببینه عباس آقا سبزی فروش. خفه شده سبزی. خیلی خب. بفرما. ایوان. بفرما. پسر نرخر وسط خیابون شلوارشو در آورده با تنبون ماماندوز عکس گرفته گذاشته تو اینستا، بفرمایید. خجالت هم نمیکشه. من هم سن این بودم زمین و زمان میدوختم شدم این. اینا چی میخوام بشن خدا میدونه. تو خوبی، همه یه چیزیشون میشه. معلومه که من خوبم. ولی دلیل نمیشه که لباسمو درارم ایر بگم و بریزم بیرون شعر کنم واسه این اون. حالت خوبه امشب؟ نه. معلومه. خوبه که معلومه. چیه باز؟ تو برای چی صفت پرایبته؟ این فهم چرا اینقدر به من گیر میدی بدرمم؟ من باید جواب بدم؟ نه دیگه، اینجا سوئیسه دیگه، من باید جواب پس بدم. من سوالی ندارم. تو دیدی که صفت پر از پوش خوار مادره دیگه؟ نه؟ تو صفحه تو هم به زودی خواهد بود. تو صفحه اون بچه هم هست. صفحه تو، من، این همه همونو قشنگ آب کشیدن. آمارشون رو میگیرم. بگیر. برتولت برشت میگه رزق هر کسی به قدر همت اوست. اگه میخوای موفق باشیم باید باور کنیم که همیشه نمیشه در طول ساحل ها. یک بار هم باید دل به دریا زد. مگه نخواب اون شهرداری کار این ساختمونه رو؟ تازه بغلیش هم دارن خراب میکنه. قیافه شهر داره عوض میشه. جهان داره به کدوم سمت میره لاله؟ همون سمتی که ما داریم میریم. دو دقیقه میخواییم بشینیم کنار هم حرف بزنیم. اگه میخوایی حرفای فلسفی رو بزنیم من پاشم برم. خیلی خود چی بگم؟ هرچی دوست داری. هرچی دوست دارم. چی دوست دارم؟ اصلا حدس بزن چه اسمی بیشتر رأی آورده. اسم چی؟ اسمی فندق دیگه. رأی گیری کردی از ملت؟ بله. الان آینده من برای خیلی هم مهمه. بابایی. بله میدونم. حدس بزن. نمیدونم چی بگم. جانان. جانان؟ قشنگه. آره خوبیش هم اینه که اگه از ایران رفتیم میتونیم اونجا براش خوبه دیگه. تو مدرسه خجالت نمیکشه، جان صداش میکنن. قراره بریم؟ حالا اگه رفتیم حالا باید فکر آینده رو بکن. میذاریم جانان. پس من اینجا موافقت تو رو اعلام میکنم. آه یعنی من هستم اونجا زنده هم. پس فکر کردی جانان از زیر بوته عمل اومده؟ وقتی که عسلوی هم چی؟ یعنی بالاخره همه میدونن تو تنهایی دیگه. یه زن حامله تنها که شوهرش 20 روز یه بار میاد باید بتونه راجع به خودش، تنهاییش، بچهش، زندگیش چی میگیم؟ حرف بزنه.
چی خوندی؟ همه اینایی که باشون درد دل میکنی خانومم؟ تمام اونایی که تو باشون سر کار داری آقان؟ دست دادی به گوشی من؟ تو با من خوشحالی لاله؟ حالت خوبه با من؟ تو اگه خوشحالی منم خوشحال. نه جواب منو بده. برمیگرم از سلویه زودتر، برای اینکه فکر میکنم بودن یا نبودنم خیلی فرق نکن. همه جهان زودتر از من باخبرن از احوال زندگیم. اینجوری وای حیفون! اینجا آدم داره زندگی میکنه! با تو هم! میشناسیشون خوب اینا رو؟ نه فقط میدونم یه پسر دارن مهندس اتوبان تهران شمال، دوشنبه ها میره جمعه ها میاد. یه بار دیگه هم که مامان حالش بد شده بود زنگ زدیم نتونستیم پیداش کنیم. زنگ میزنم دکتر فتی. ماشین رو کیشو بریم. کجا؟ کجا نداره، مگه نگفتی میخوای یه دور بزنی؟ گواهی نامه داری مگه تو؟ خواهرم گواهی نامه داره. خب کدوم بری بریم؟ بریم یه چه که من مجبور نشم پیاده شم دیگه. بریم همینطوری دور بزنی؟ اندرزگو جوابه؟ بریم پل همت رو یادگاه. چی؟ همت رو یادگاه. اوکی پوینتش چیه خب؟ اونجا آخرین جاییه که با روز ببودم. کات کردین اونجا؟ از رو پل افتادیم تو یادگاه. من پشت فرمون بودم. بازیم شب نشده بریم انزلی و برگردیم. فردا صبحش من مسابقه داشتم. من اصلا نفهمیدم چی شد. یه هفته نبودم کلن رو زمین. تو مرسم اینجوری بود که جفتمون تو مردا و انزلی داریم غرق میشیم. در اون هی دور میشه. خیلی راجبش حرف نزنی؟ من پامی رو گیر کرده بود. نتونستم برم دنبالش. استرسی آقا چه گرفتاری شدیم تا بالا قرمز خر داغ میکنه. بله همینیم فعلا.
گوشی من رو بخوام زنگ بزنم. الان در دستش نموشه بهتر. بده قول دادم به دختر بای زنگ بزنم. به دستم آقا زنگ بزنم پژمان. آقا ول نمی کنی میگیرن چپاقوتو چاق میکنن دیگه. اگه اون پژمان آدم بود که... مگه زنگ زدی بهش؟ خاموش بود موبایلش. خاموشم نباشه اون توی موقعیت قایم میشه کثافت و آشغال. الان میشه جان تو فقط فکر خودت باشی. من چیکار کردم فکر خودم باشم؟ چیکار کردی؟ عکس بدون تومونت الان همه جا مملکت هست دیگه. اخلال در نظم عمومی. خفه شو سیمون، خفه شو. ولی آقا جدی من از شکایت این دخمه مخیا میترسم. او عکس خصوصی و تهدید و یعنی شما واقعا فکر می‌کنی من عکس دختر مردم براشون آوردم گفتم اگه فلان کارو نکنی فلان کار می‌کنم باهات؟ به هر حال دیگه. مگه نمیگی یارو اسم آورده؟ مگه نمیگی ازشون امضا گرفته؟ ما بی خود کرده پول داده بهشون. خب هر چی که داده. خب من چیکار کنم؟ آقا شما عقل کلی من چیکار باید بکنم الان؟ برو دهن شرکت خودت آتیش بزن. منم پایم. خواستانشم خیلی خوبه. مگه نمیخواستی بری از مملکت؟ برو دیگه. نمیشه بابا الان وقتش نیست نمیتونم الان برم. بابا همین الانم هم معلوم نیست پاس داشته باشی. چرا پاس نداشته باشم؟ بابا اخلاق عمومی رو لکه‌دار کردی دیگه. تتلو که تتلو بود جواب پس تو که دیگه جای خودت. جواب چی پس بدم؟ من جواب چی رو باید پس بدم؟ شلوار منو در آوردم من باید جواب پس بدم؟ آقا آقا توی این مملکت من باید جواب کی رو پس بدم؟ میگن اخلاق عمومی لکه دار کردی. اخلاق عمومی قبل از من لکه نداشت. من همین شلوارمو در آوردم لکه دار شد. آقا اصلا من عقده ایم. دست بزن. من عقده ایم دارم میخواد تو خیابونای تهران با شلوارک راه برم. کی حرف داره؟ کی حرف میزنه؟ آقا شما خودتون چقدر پول خرج میکنی میرین آنتالیا با شلوارک راه برین ها؟ چقدر خرج میکنی؟ من عقده ایم. عقده ای میفهمی؟ شما ها من عقده ای کردین همتون. رفتم مدرسه داستان نوشتم گفتن این چیه نوشتی؟ به کجا وصلی؟ کی گفته اینجوری بنویسی؟ عاشق شدم رفتم جلوی دبیرستان دخترونه زقید تو سرم شجیدم تو جام فوکال گذاشتم آمادم بیرون قیچیش کردین مردن من برای شما بیشتر اهمیت داره تو صفم پوز گذاشتم من مردم یه میلیون نفر لایک کردن یه میلیون نفر برای کمشیر اصلا دنیا تو برای خودتون بده من دست این خفه شو دست زن آبا دست زن این دنیای منه من این تو زندگی میکنم هر گاهی هم دلم میخواد میخورم به هیچ کس هم هیچ ربطی نداره دنیای شما برای خودتون از همه تو بدم میاد از تو بدم میاد از تو بدم میاد از تو این پول دارم خارج یا خوشبخت دارم از تو بدم برم شما آشغالین همه تو نلا منو دست میزنید فردا پشت سرم حرف میزنید همه بود آشغالین همه بود آشغالین همه بود دلوی دوست داشتم شب کنسرتتون ایران بودم کی تضمین داده من کنسرت داشته باشم ماشین میلام خودته؟ آره ببخشت زنی زدم به این پسر فکرم خواب و جواب تلفن نداشت پیغام گذاشتم کی پژمان؟ نه بابا اینکه آدم بود که الان وضعمون این نبود که دوست امیره داره آماربازی میکنه ببینه میتونه استعلام کنه ببینه تو ممنوع خروج شدی یا نه اگه ممنوع خروج باشم چی؟ حلش میکنیم دیگه باید کاری بکنیم دیگه پول ندارم ما یه دوست تومانی با این بچه ها جمع کردیم بکنم بتونی روش حساب کنی هیچی بگم چی؟ هشت ماه سهر جواب میلان رو نمیده یعنی چی؟ بلاکم کرد چیکار کرد؟ میرم ایتالیا پیداش میکنم نه؟ چی میگی جام؟
داشت میرفت بهش گفتم منتظر هم دیگه میمونیم میگفت میمونیم جان ببخشید من نمیدونست یعنی چی که نمیخوای برگردی اونجا؟ یعنی همین یعنی میخوای بمونی اینجا؟ اینجا خونه خودم اینجا وقتی شوهر داشتی خونه خودت بود اومدم ببرم ات خونه قدیمی یه نگاهی بهش بندازی مهندسی من مهندس نیستم بابا باش حالا هرچی تو فقط بیا بهم بگو من فقط چقدر بنویسم اومدی اینجا چی کار؟ اومدم ببرم ات خونه نمیام مگه دست خودت؟ دقیقا دست خودمه خیلی خوب باشو داد نزن بعد پیش همسایه ها اینجا که چی نداره؟ مادرت از زیروز همینطور سر من قر میزنه که این بچه من داره اونجا میمیره از سرما یه کاری بکنه من اینجا راحتم گفتم داد نزن بده بعد اینه که آدم تو قرن 21 بپره تو پیاده رو سر یکی کتککاری کنه باش آخر بعد اینه که تو روز روشن یه بیناموز واسه دختر آدم هم اینطور کادو بفرسته منو تو حرفمو نمیفهمی خیلی خوب باشه باشه جمع کن ببرمت خونه حرف مادرتو که میفهمی بشونی با هم حرف بزن ماما میاد اینجا خودم باش حرف بزن گفتی کی قراره بیاد اینجا؟ مامان زنگ زد با هم حرف زدیم قرار شد پاشو بیاد اینجا شاید اصلا بیاد یه مدتی هم بمونه اینجا بیاد اینجا بمونه؟ مشکل داره واسه حرفشو بزنه دیروز واسه چی رفتی دونه دونه کامنت های زیر عکسشو چک کردی؟ نباد میکردم نه شخصیه ما اینجا چیز شخصی مخصی نداریم مردی که خر 60 سالش اومده زیر عکس غذایی که زن من گذاشته نمیشه افسانه جون حیف که من اونجا نیستم حیف که من زابلم بعد ورداشته از این شکلک ها و پل بود و ماچ و اینا گرفته گذاشته زیر عکس زنم من نباید بدونم این کیه نه 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 به اون چه که طرف رفته چیکار کرده به مامان چه که زیر عکسش رفته چی نوشته بابا مامان فقط میخواد تجربه خودش رو شیر کنه همین میخوام شیر نکنه یه قضاست دیگه یه قضاست دیگه شما خود تازه دیروز رفتی تو این استا بعد سری رفتی عکس ساختمونای دروس رو گذاشتی تو این استا من عکس آشپزخونه‌ش رو گذاشتم خواستم تبلیغ تو رو بکنم خره تبلیغ کار منو تبلیغ کار خودتو تبلیغ خودتو شادی اینجا یه کاناپه بیشتر نداره شما نگران این چیزا نباش شما برو کار خودتو برو کم فکر کن من اگه میخواستم فکر کنم که الان وضعم شادی اون بچه بخواد بیاد اینجا سرما میخوره جمع کن جمع کن ببرمت پیش مادرت من خودم میام اینجا الو داری صدامو؟ دارم صدا تو تا دیشب که رویا هتل اوین بوده ظاهرا نرفته خونه خواهرش خونه خواهرش؟ زنده است مگه آرزو؟ خیلی سوال نکردم او چند سال پیش من شنیدم سرطان داشت سرطان؟ نمیدونم شما رویا رو که داری بهش زنگ بزن دارم دارم اوه 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 خیلی خب حالا واسه منم تعریف کن چی شد دیگه فعلا الان میبرنش چی؟ آره دیگه فکر کن بنده خدا سوپ آورده بود خیلی خوشحال بود خیلی شکسته بگسته میگفت این واسه بچه خیلی خوبه
دنیای عجیبیه. اونم هر روز میبینن مردن آسونه. کفشاتو تمیز کن. چسبیدن به دنیا دارن دهن هم فقط میزنن. یعنی تو الان جز این آدم ها نیستی دیگه احیانا ها؟ خیلی وقت سرکرم نباشم. چرا دوباره از این ماشین آب را افتاد؟ از 82 به این بر. از 82؟ بابا زلزله بم. یارو یه وانت جنازه بار زده بود، پولای بانک و زیر جنازه قایم کرده بود، پلیس گرفت. آرد چرا نداریم اصولا؟ ابراز احساسات خیلی جالبی بود. بابا گفتی دیگه، 100 بار تعریف کردی. آره ولی ما هنوز داریم همونجوری رفتار میکنیم. چطوری نداره؟ هنوز به فکر منافع خودمونیم، از کنار هم بودن لذت نمیبریم. دیشب حرف زدیم راجع به این چیزا لاله. بله گفتی. منم گفتم ما جفتمون اینطوریم. میگی همش برنامه دو نفره نداریم. خب بسم الله شما بذار. شما برنامه دو نفره بذار برامون. الان باید بری آرد بگیری. میخوام برای خانم چینیه حلوا درست کنم. حلوا. ایده خوبیه حلوا. البته این بدبخت بعید میدونم تا حالا حلوا دیده باشه، ولی ایده خوبیه. درست کن شب میبریم بابا من میخوره. کاوه. فقط امروز از دورمونه با بچه های دانشگاه. نگفته بودی؟ خب الان دارم میگم. بعدم کاری نداشتیم که. تهش میخواستی تو ولو بشی روی کاناپه عادل فردوسی پور نگاه کنی، منم زل بزنم به سقف. خب من عادل فردوسی پور نگاه نمی کنم، تو هم سقف رو نگاه نکن. میریم ارنگی پیش بابام. آب و عوض میکنیم باحال. برنامه بابات مال الان بود. من 2 روز اوکی کردم. اوکی. قهر کرد باس. لاله میخوای بریم با یکی حرف بزنیم، یه مشاوری چیزی؟ تو ماه 10 روز میای تهران پیش زنت، برای همونم باید بری پیش مشاور. چیزی شده کاوه؟ دلتو زدم احیانا؟ میرم آرد بگیرم. خدا شما رسوند آقا. امشب عروسی داره، مونده بودم آقاتون 2 ساعت به کی بسپارم. شب نمیمونم. 2 ساعت بیشتر نمیشه. عروسی ما که مثل عروسی شما نیست. شما عروسی هم میارم واسهتون. نمیخواستی تنهاش بذاری که؟ نه بلی آقا. همش پی آدم مطمئن میگشتم که بسپارم بهش. خیلی خوب برو. دست شما در نکنه. اینو بذارم تو اتاق. آقا زیر چایی هم روشنه. ما چی فکر میکنن و چی میشه؟ هیچ چیزی رو نمیشه پیشبینی کرد. ببین دخترم، دوست داری حلوا؟ درست نیست فقط به خودت فکر کنی، دیگران رو ناراحت کنی. تو که میدونی پدرت زیاد نخوشم نمیتونی، چیزی دیگه نمیخواد. و پدری انگار دید همه دارن بچه دار میشن، عکس شکمشون رو شیر میکنن، عکس بچهشون رو شیر میکنن، عکس اتاق بچهشون رو شیر میکنن. گفت حیف نیست ما بچه دار نشیم. شدیم. به خدا به خاطر حرف مردم ما بچه دار شدیم. همه مردم ملت زودتر از من فهمیدن من بچه دار شدم. این زاکربرگ خر زودتر از من فهمید من بچه دار شدم. اینقدر نمک نزن، برات خوب نیست. میشناسی زاکربرگو؟ این چند وقت پیش فکر کردم برم ازش تو دادگاه شکایت کنم. ولی زندگی چند نفر رو این به هم ریخته. بعد فکر کردم برم بگم چی؟ شاکی کاوه شفاهی، متشاکی مارک زاکربرگ. زیرشکو میدن دستم میفرستنم تیمارستان. باورت میشه بعضی شبا احساس میکنم این وایساده بالا سر من رو زنم داره منو تماشا میکنه. نزن آقا، این نمک و اینقدر نزن، این ضرر داره برات. اگزاس پام داری؟
نه، برای بردنت باز نخواهد گشت. حتی فرشته از جانب او به دنبالت نخواهد آمد. فرشته ها خوب می دانن پایشان که به زمین برسد بازیگر خواهند شد. عکس تو دیدم با فیلماتو، فیلم سخنرانی تو دیدم. میشه قضاوتم نکنی؟ آره. میشه دیدت؟ نه، حالم خوب نیست، حوصله خونه رفتن ندارم، میخوام با یه نفر حرف بزنم. خب حرف بزن. به من واقعا اوضاعم بده، نه با تلفن. الو، بیا پارک ملت. پارک ملت؟ 14 سالمونه مگه؟ کاش بود. واقعا پارک ملت؟ پارک ملت. یه ساعت دیگه رسیدی زنگ بزن بگم بیای کجا. اوکی. خیلی هم خوب. خیلی هم خوب. بله. سارا من رسیدم. خب یه دختره قرمزه اینجاست. من میگم که یه دوتا نیمکت بریم اونورتر تنها باشیم دیگه. تنهایی میگم؟ من غیر از خودم تو اینه کسی دیگه نمیبینم. سلام. انتظار اینجوریشو نداشتیم. سلام. نه من واقعیت من اینجوریه جان، اوضاعم از تو بدتره. نه میشه یکم عادی تر برخورد کنی؟ این اولین باره تو این یه سال یکی که فکر میکنه من سالمم و هیچ مشکل ندارم منو میبینه. چیکار کنم؟ تمام بحثم بره بالا. اتفاقا میخواستم بگم که از عکسات خیلی هم بهتری. آره اینطوری خوبه. نه جدی دارم میگم، نه به خاطر اعتماد به نفس، واقعا بهتری. خب مرسی، ولی تو با همون داغونی. شاید هم داغون تر. نه حالا خیلی هم داغون نیستی، باحالی. مثل این مشتن الکولی هایی تو این فیلم ها، غمگین، شکست خورده، داغون، ولی کله خر. کله خر ایول، کله خر دوست دارم، اینو دوست دارم. اما من گفتم الان میام با یه والیبالیست طرفم باید اینجوری بهش نگاه کنم. والیبالیستیش که خب هستم، ولی اینجوری شد دیگه. حالا بازم اعتراض داری؟ داغونی؟ آرزوت اینه با شورتک از راهن تا ترجیشو پیاده بری؟ ما میگیم شکر خوردیم، شما قبول میکنی؟ خوبه، بخور بخور، خدا رو هم شکر کن. گفتم امشب بیام اینجا، شاید حالا یکی خوب شه که گمونم شد دیگه. آره حالا که تو رو دیدم. آره ولی نه دیگه، ما رو کلن عادتمون دادم به مقایسه. حتما باید یکی مثل منو ببینی تا موقعیت خودتو شکر کنی. موقعیتی ندارم من. ندارم ولی خواهی بگی چهتا دقیقا؟ اون آدمی که انقدر کله خره که میره وسط خیابون رو ماشین حرفشو داد میزنه، چرا باید الان حالش بد باشه؟ خواهی بدونی چرا حالم بده؟ نقشه ریختن چوباقم رو چاخ کنم، بد جوری هم نقشه ریختن، جوری که باید ول کنم برم. گفتم قبل رفتن حداقل تو رو ببینم. میخوای بری یعنی؟ کلن بری؟
سلام. بله. مهمان هتلید؟ بله. اینجا پارکینگ عمومی نیست. اگر امکان داره لطفا تشریف ببرید. خوشش. اتاق میگیرم. خیلی متشکرم. تلفنش رو جواب نمیده که ماشین وسط آب جهر سقیل میخواد با نیسان نمیشه میام جهر سقیلی داماد شده عروس رو ببکنه کجا بیا من نمیدونم زنگ بزن مرکز بگو نزدیکترین شو بفرستن خواب بودی نه گاو اومد تو جاده گاو دیگه گاو ندیدی تا با چرا دیدم خیلی چی بهش میگفتم؟ گفتم خوابم بود. جواب تو بدم الان حالا که جواب دادی خب کجایی؟ من موبایلم روشن بوده هر وقت هم زنگ میزدی جواب میدادم موبایل تو از دسترس خارج بود مثل آدم بزرگا زنگ میزدی میگفتی نمیام حالم بده به قول خودت خوشحال نیستم باهات نمیام خونه من علکی تا یکی نصف شب تو آپارتمانی که همین تازه یکی دوش مرده نمیموندم که سر صدای عجیب بشنوم شنیدی؟ موبایلم الان باید یه جایی تو دریاچه نمک باشه رودخونه کرج میریزم اونجا دیگه نه؟ داشتم برمیگشتم افتادم تو رودخونه با ماشین افتادم تو رودخونه کی میای لاله از نصف شب دلم میخواد گریه کنم خوردم 5 سانتی تخت سنگ پنج سانتی مرگ جاش خوبه همه چه با قرمه سبزی میان؟ گفتی به مامان اینو من میان؟ نه
نه به جون مامان، صبح خودشون بار گذاشتن رفتن کرج تا 3-4 اینا هم برمیگردن. تو گشنت نیست؟ نه نه الان میرم من خیلی گشنم، یه چیز درست میکنم با هم دیگه بخوریم. کالباس هم داریم اینجا فکر کنم. فکر کنم الان میرم تو پارکینگ نگاه میکنم ماشینه نیست، فکر میکنم کی برده. چطوری؟ خوبه، داغون، امیدوار، نامید. چه فرق میکنم؟ تو چطوری؟ امیر کو؟ امیر سازا رو برد خونه خودشون. گفتیم حالا سازا رو نریزن بگیرن دم کنسرت لنگ ساز بمونیم. اونجا برای چی بریزن؟ الکی که نگفتیم نه اونجا که نام اومده بارد ازارت کردم پلیس فتا فردا صحبت بریم اونجا. یارو فکر کنم راست میگفت دیگه، شکایت درست کردم برات. تو که کاری نکردی، اصلا میریم در پلیس فتا خودم آتیش میزن. من پایم. بابا تو خفه شو، تو هم هرچی میشه میخواد خودشو بسوزونه. عمو بیا با این زنگ بزن، باتری گوشیت هم در بیار بنده بره خودت گوشیت هم گم و گور کن یه جا. چرا هنگ میکنی؟ چیزی نشده که. نامه که اول اینکه تازه اومده، بعد هم اینکه الان این احضاریه است. تو مجرم که نیستی، الان ممنوع خروج نشده دیگه. نه نه دیگه، مثلا همین فردا میتونیم بلیت بگیریم. مملکت رو ترک نکن، فقط میمونه یه ذره پول که اونم فیروز میگه یه چیزایی جمع کردی. چقدر؟ هیچ. یعنی چی هیچی؟ چیه؟ اونجوری گفتم که تو بارونش. هیچی هیچی، خاک بر سرت. هیچی پول نداری؟ 167 دور اروپا رو بزنی 100 تومن هم اضافه میاد. فقط باید 10-50 بشه. تازه باید کلی پول بلیط و خورد و خوراکت هم بدی. بابات قاچاقچی فکر کنی مفتی تونی برای ایتالیا؟ اما تو مملکتت چهار فصله، گوجه، خیار، گلابی، قرمه سبزی. بابا تو دیگه عمو تو چرا یه زنگ به سحر نمیزنی؟ مگه نگفتی منتظرته؟ زنگ بزن بگو بعد 6 سال منتظرمی دارم میام، فقط یکم پول بده. اون که وضعش خوبه که الان. سیمون سر رو بیخیال شو فعلا. چی میدونم؟ لابود دوباره یه چیزی هست شما میدونین من نمیدونم. فعلا ازش خبر ندارم. همین این دختر سارا کروچی هم پول داره هم عاشقت دیگه. ها؟ شرچی با من فقط اونو یاد یه نفری میندازم. خب الان آقا سنگ مفت گنجش مفت، یه زنگ میزنیم شاید یه اتفاقی بیفته دیگه تو این وضعیت. شبش گفتم میمونم، گفتم میمونم پیشت. بمون مرد باش. تو که دیشب احضاریه نداشتی برادر. این هم هست آقای تلفن به هم بدیم. چند بود شمارش؟ بگو ویلکوم بگو زنگ بزنی؟ 0902 زنگ زدی به رویا بعد که گوشی رو برداشته قطع کردی؟ اینم را اومدی اینجا این رو ازم بپرسی؟ خب تلفنی هم ازم میپرسیدی بهت میگفتن. گفتیم رضا هنوز دیوونه است، دیشب 3 بار زنگ زده فوت کرد. آخه نگفتی میبینه شماره تو؟ الان دیگه سال 66 نیست. آره میدونم، ولی خیلی حال داد.
بعد 20 سال دوباره مزاحم تلفنی شدم. مزاحم تلفنی. اون موقعی که بهش زنگ می‌زدم قلبم با می‌ایستاد. دهنم تلخ می‌شد. گلوم خوش می‌شد. دیشبم خوش شد گلوت. دیشبم خوش. نمی‌خواید ببینین همو؟ دیشب هتل وین بودم. بعد این همه سال تو ساختمونه بودم که اونم اونجا بود. خیلی سرچیبی بود. صبح از ترس این که چشم به چشش نیفته تو رستوران پا شدم اومدم اینجا. در خونه قبلیشون. 12 قدم درست همونجا. خواب بودم، انگار واقعا خواب بودم. این خانم چینیه واسده بود توی حفره نور صدا میکرد. رفتم جلو دیدم مامانم هم اونجا واسده صدا کرد بیا کاوه. رفتم سمتش دیدم مامانم نیست. خانم چینیه لباس مامانم رو پوشیده شبیه مامانم حرف میزد. دستم رو دراز کردم یهو با یه تکونه وحشتناک از خواب پریدم. انگار ماشین از جاده منحرف شد. ببین بیدار که شدم واقعا تو ماشین تو کنارم نشسته بودی. این فندقم بود. جانان چومات بزدم. جانانو بغل کردم. بعد همه جا شد پر آب. فکرم تو جانان داری خفه میشی. دستمو دراز کردم. چرا تو این سال ها اینقدر کم بهت گفتم دوستت دارم؟ من کم گفتم؟ نه چرا کم گفتم، ولی دوستت دارم خیلی. از همون دوستت دارم که وقتی عاشقم بودی بهم میگفتی تو نادری. عاشقت که هستم، ولی آره از اونا، از اونا هم بیشتر. بریم نادری شاتو بریان بزنیم؟ بریم نادری شاتو بریان بزنیم. اولین شاتوی جانا. بعد هم میریم تو جمهوری قدم میزنیم، پیراشکی میخوریم، خسروی. قصه های آدم هارم حدس میزنیم. عجب روزگاری بود لاله. موبایل همون هم نمیبریم. نوکرت هم هستم، موبایل همون هم نمیبریم. آخرین باری که هم دیگر رو دیدیم یادته؟ موشک بارون بود. وقتی آژیر میکشیدن همه جمع میشدیم تو همین زیر زمین. شما، علیرضا، اینا، بهنوش و گلنوش، دوقلوها رو یادته؟ کیم دوقلو؟ چه خوب یادت مونده. هیچ وقت از یادم نمیره. روزای خوبی بود. حالا هممون خوب بود. موشک بارون بود، ولی همه دور هم جمع می شدیم، می گفتیم، می خندیدیم. هندونه بود، آجیل بود، قصه بود، عشق بود. تو بودی. یه سال طول کشید تا بهت بگم دوستت دارم. 5 آذر بود. همه اینا رو توی نامه نوشته بودم. بعد نامه رو خودم برات خوندم. طول کشید همو ببینیم. بله. تو اون چند روز غوغا بود تو دلم واسه دیدنت. کاش میرفتیم یه طرفی، کاش میرفتیم تو ماشین. خیلی سرده. روزی هم که تو رفتی خیلی سرد بود.
پنجم دی گفتی بر میگردی، بر نگشت. برگشتم دیره. دیگه نه من اون رضام، نه تو اون رویای. خدمت شما. آخه کاست یادته چقدر سخت بود دو کاست ضبط کردن؟ آره. پدرم در اومد تا اینو برات ضبط کردم. گفتم اگر بعدن دیدمت بهت بدم. لئونارد کوهنه. به به. نیست دیگه از اون ضبطا. هست؟ نه نیست. چرا تو برمی میگی مادمازل؟ از نظر من همه مادمازل هم. خدمت شما. ممنون مادمازل. خواهش میکنم. بیا بیا یه سلفی بگیریم. لباتون اونجوری نکنم. خوش میکنم. نگاه نکن منه. چه جین جین کنی؟ چه جین؟ نه چه جام آقا؟ نکی که نیام کنی چه جام چرد؟ آقای خیلی وقت خود نخندی. چه خوب که خندی قربون است برم. قربون دارم واقعی؟ قربون دارم واقعی. همینجوری بایم پاهم بخور سر میشه. جواب منو نمیدی؟ آرام خوب نیست. خوبه که دروغ نمیگی، صادقی. اگه فاز ترحم اینو برمیداشی حالم به هم. من مخلص اون پاهاتم هستم سارا. نهیدی گوشی بارم از کردم؟ نگو تی پازی چی گفتم بعدم بهت میگم؟ خب چیه؟ بخونش. من تکلیفم برای موندن روشن نیست. یعنی روشنه به اونم چیزی باید ثابت بکنم یه گنگکاری یا کار من نبوده. ببین من میرم آبا که از آسیا گفته دوباره بر میگردم. اصلا تو بیا اونور، ما میخوام با هم دیگه باشیم. بیا چه فرق میکنه این بر باشیم یا اونور باشیم. چیه؟ بازی ریده شد تو اعصابت؟ به جون مادرم اگه دلم میخواد الان برم. دیشب که گفتم تو پارک بهت. آره داشتم میرفتم دنبال عشقم، ولی الان دارم فرار میکنم، دارم در میرم. اگه بمونم ممنون خروجی الان. تا الان که نرم فردا رو نمیتونم. کسی رو میشناسی برات بلیط لاست مینت بگیرم؟ نه پول نداره. بلیط که دیگه سرش گرده. الو ایرج داداشی سلام. من یه جوشم. یه دقیقه از سربازی در نیار، کارت دارم. ببین من ماشینم و حاضرم بفروشم به اون مشتری که گفتی. نه واقعا به تو چه؟ نمیفروشم ها. نه ولی پولشو امشب میخوام. مال ماکسیموم تا ده صبح فردا. باش. کارت سامان. نه باش. فعلا. فعلا. پولت جوره. سی چهل تومن فکر. بریم بیرون. دارم یکم هوا میخوام.
چی میخوای تو؟ تو چی میخوای؟ اینجا چی میخوای؟ اینجا بایستا یه دقیقه بایستا بیده سب شب ماه اومد صد تا ستاره دور و برش بود و ابر پاره یه شب ماه اومد خواب خواب بودی تو خواب می دیدی بارون می باره شب ماه میاد منو میبره پیش خود بود پیش ستاره مردای فریاد اگه بره و دیگه هم نیاد نور نقرهیش زمین رو نخواد توی تاریکی پر میشه چشات سر میزنه خونه
واسه این که نباشه گله چشماتو واکن ماه معطله.